خوشبختانه خیلی از مشکلات کالری یک رفع شده و به طور مثال شما قبلا اگر توی فاینال کات اینجا تصویری توی تایملاینتون داشتین و عکس گذاشته بودید توی سکانستون، کالر اونها رو نمیتونه تشخیص بده و باید شما اونها رو تبدیل میکردید به فیلم و بعد وارد کالر میکردید. یا اگر تغییرات سرعتی اینجا ایجاد میکردید، ممکن بود کالر توی شناختن اون تغییر سرعت به مشکل بر بخوره. الان خوشبختانه این مسائل حل شده. تنها نکته که باقی مونده، اگر شما توی فاینال کات سرعت یک کلیپ رو وریبل بکنید، یعنی همون چیزی که توی درس فاینال کاتمون اگر خاطرتون باشه میمدیم اینجا و از طریق این اسپید تولمون جابجا میکردیم حالا سرعت کلیپ رو و یک سرعت وریبل براش به وجود می آوردیم، توی کالر دیگه کی فریم نمیتونید بزنید. شاید این تنها محدودیتی باشه که توی این ورژن وجود داره و این اد کی فریمتون دیگه غیر فعال میشه. اما به غیر از این مورد دیگه خوشبختانه تقریبا میشه گفت هیچ مشکل دیگه وجود نداره. یه سری از شورتکات های فاینال کات هم به کالر اضافه شده. به طور مثال شما اگر کامند مثبت رو بزنید اینجا بزرگتر یا کوچکتر میشه و شیفت زی عین فاینال کات براتون کل سکانس رو فریم میکنه. و به طور مثال من اگر اینجوری بکنم و این رو حالا جا به جا بکنم، شما میبینید که شیفت زی رو اگر من دوباره بزنم دوباره تمام این کلیپ هام به اندازه طول تایملاین هم میشن.